سلام دوستای عزیزم، توی این طراحی میخوام هم بهتون کروم زدن رو یاد بدم، هم اینکه چجوری یه طرح شوگر رو روی کروم اجرا کنیم. دقت کنید که چجوری میخوام کروم بزنم. اول رنگ ژلاکمو میزنم، اشکال نداره اگه نوچی هم داشت، ما یک لایه کروم رو میزنیم. اینجوری کارمون در واقع آلومینیومی تر و براق تر میشه. خب یه لایه کروم رو میزنم روی ژلاکم. با این قلمای سیلیکونی هم بزنید خیلی راحت تره. یه خورده بعد فشار دستتون رو بیشتر. کاملا روی ناخون رو میپوشونید. حالا اضافاتش رو برمیدارم. توی این قسمت میخوام تاپ ژل بزنم. بچه ها تاپ ژلمون دقت کنید که نباید نوچی داشته باشه. کامل روی ناخن رو یک لایه تاپ میزنم. میذارم توی دستگاه. خب بچه ها حالا که تاپمون خوش شد، نگاه کنید من دست میزنم، ببینید هیچ نوچی نداره. یک بار دیگه روی تاپمو کروم میزنم. اینجوری خیلی خیلی براق‌تر میشه. کاملا فشار میدم با قلمم. روی تاپمون که یک بار دیگه کروم زدیم، اضافاتش رو گرفتم، دوباره تاپ میزنم. توجه کنید بچه ها، ما میخوایم طرح شوگر رو روش اجرا کنیم، پس تاپمون نباید نوچی داشته باشه. کامل تاپمو میزنم، میذارم توی دستگاه. تاپمون که کاملا خشک شد، حالا من میخوام طرح گل روز رو روی ناخون بزنم و روش شوگر ایفکت رو اجرا کنم با یه قلم سرنازک. گل روزم رو میکشم. دقت کنید بچه ها، باید خیلی ملایم و آروم. اول وسط گلم رو میزنم، بعد گلبرگای دورش رو. بچه تو طرح گل روز خیلی مهمه که شما گلبرگ هاتون رو وسطش رو پهن‌تر بزنید. میتونید یه نقطه بذارید، بعد دو طرف نقطه رو وسط گل بکشید. اول پس شد وسط گلامون، بعد گلبرگای دورش. خیلی کارا بچه ها با این طرح میتونیم بکنیم. میتونیم همین دوتا گل روز رو نگه داریم، بعد رو شوگر انجام بدیم که من دقیقا میخوام همین کار رو بکنم. میتونیم کل ناخون رو گل بزنیم. دقت کنید بچه ها، گل رو که کشیدیم ژلمون رو نباید بذاریم خشک بشه. روی همون خیسی ژلمون شوگرمون رو میزنیم، میذاریم توی دستگاه. و باز به این نکته باید خیلی دقت بکنید که شوگرتون رو بچه ها با اکلیل اشتباه نگیرید. شوگر خیلی ریزتر از اکلیله. اگه شما اکلیلای درشت استفاده بکنید، طرحتون اصلا خوشگل نمیشه. پس باید حتما از شوگرهای با کیفیت استفاده کنید. خب با یه برس اضافاتش رو میگیریم.
ببینید وقتی میگم که اکلتون ریز باشه به همین خاطره، چون خطای نازک نازکم هم قشنگ در میاد، اما اگه اکل درشت باشه به این ظرافت نمیتونید کار بکنید. و یه نکته دیگه بچه، روی طرح‌های شوگر اصلا لازم نیست که شما تاب بزنید، چون این قسمت برجستگی طرحتون رو تاب میخوابونه، پس اصلا دیگه ما روش تاب نمیزنیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اینم از آخر کارمون که میتونیم یه عالمه طرح‌های خوشگل با این تکنیک بزنیم.